آیا میدونید چه زمانی توی عکاسی باید از فلش استفاده کنیم؟ بعضی از عکاس‌ها علاقه‌ای به استفاده از فلش ندارن و در حقیقت فلش بین اونها چندان خوشنام نیست. به همین خاطر سراغ اون هم نمیرن. با اینکه در حالت کلی بدون استفاده از فلش دوربین یا گوشی میتونید تصاویر بهتری بگیرید، اما بعضی مواقع استفاده از اون ضروری است. بدون هیچ شکی فلش دوربین روی کیفیت نهایی عکس اثر میگذاره، اما این تأثیر میتونه مثبت یا منفی باشه. چرا از فلش دوربین یا گوشی استفاده نکنیم؟ اکثر ما تا امروز برای عکس گرفتن از فلش استفاده کردیم و همونطور که میدونید میتونه به طور چشمگیری کیفیت تصاویر رو کمتر کنه. سوژه های نزدیک به فلش بسیار روشن میشن و پس زمینه تاریک باقی میمونه. افرادی هم که داخل عکس هستن مات و مبهوت یا حتی وحشت زده به نظر میرسن. با وجود این مشکلات، اگر در یک محیط سربسته با نور کم مجبور به عکاسی باشیم، حتما به سراغ فلش گوشی یا دوربین میریم، چون ظاهرا چاره‌ای به جز این نداریم. با این وجود در زمان استفاده از فلش دوربین یا گوشی میتونیم برای کاهش تاثیر منفی اون روی خروجی به نکاتی توجه کنیم. چه زمانی از فلش استفاده کنیم؟ فلش یکی از ابزارهای در دسترس عکاسان محسوب میشه. گوشی‌های هوشمند یا دوربین‌ها با استفاده از حالتی به نام فلش خودکار شما رو به استفاده از این ابزار تشویق می‌کنند. اما باید به طور هوشمندانه به سراغ اون بریم و بدونیم که دقیقاً چه زمانی باید از فلش استفاده کنیم. زمانی که هیچ گزینه دیگه‌ای نداریم. در موقعیتی که به ابزارهای مورد نیاز یا ایدئالتون دسترسی ندارید، آخرین راه باید استفاده از فلش باشه. با این حال قبل از اینکه به سراغ فلش دوربین یا گوشی موبایل برید، ابتدا مواردی که بهتون میگیم رو بررسی کنید. حالت شب، که البته شرکت‌های مختلف اسم متفاوتی براش انتخاب میکنن. این باید اولین ایستگاه باشه. این حالت با استفاده از هوش مصنوعی میتونه نتایج خارق‌العاده‌ای رو در نور کم ثبت کنه. در اکثر مواقع این حالت خروجی بهتری نسبت به زمان استفاده از فلش در اختیارتون قرار میده. در مرحله بعدی کنترل‌های اکسپوژر یا نوردهی رو دستکاری کنید. برای بهبود کیفیت تصاویر در محیط‌های تاریک به سراغ کاهش سرعت شاتر، دریچه دیافراگم عریض‌تر و ISO بالاتر برید. در اکثر مواقع با چنین اقداماتی نتیجه نهایی بهتر از زمان استفاده از فلش خواهد بود. برای سرعت پایین شاتر از یک سپایه عکاسی استفاده کنید. اگر میخواید از منظره با نور کم عکس بگیرید، سپایه باید اولین ابزاری باشه که میخرید و البته یک فلش هم نمیتونه کل صحنه رو روشن کنه. در پایان نور طبیعی یا محیطی رو بررسی کنید. استفاده از منابع نور طبیعی باعث ثبت تصاویر طبیعی تری میشه. اگر در یک محیط سربسته هستید، میتونید به سراغ نور پنجره یا لوازم روشنایی موجود در اون برید. در محیط‌های بیرونی هم نور خیابون و ویترین روشن مغازه‌ها هم عملکردی بهتر از فلش‌ها دارند. البته گزینه دیگه هم پیش روتون هست. اگر میدونید نتیجه نهایی رضایت بخش نیست، اصلاً عکس نگیرید. با این وجود اگر هیچ کدوم از گزینه‌های بالا رو ندارید و اینکه مجبورید عکس بگیرید، باید از فلش دوربین یا گوشی استفاده کنید. برخی مواقع برای اینکه تصویر مد نظرتون رو بگیرید، به سرعت شاتر بالاتری نسبت به چیزی که نور موجود بهتون اجازه میده نیاز دارید. معمولا زمانی که به دنبال ثبت یک واقعه سریع باشید، چون این کاری رو انجام میدید و در چنین شرایطی یک فلش میتونه بسیار کاربردی باشه و تصاویر چشم نوازی رو در اختیارتون قرار بده. با این وجود باید به چنین موضوعی توجه داشته باشید که این زمان یکی از پیچیده‌ترین مواقع برای استفاده از فلش دوربینه. فوکوس خودکار همیشه رابطه خوبی با فلش دوربین نداره و به خصوص میتونه در شرایط نوری ضعیف درد سرساز بشه. در این زمان بهترین گزینه اغلب فوکوس دستی است. زمانی که هوا کاملا آفتابی است. در بعضی مواقع فلش تنها در محیط‌های تاریک کارایی نداره و میتونید از اون برای محیط‌های بسیار روشن هم استفاده کنید. در روزهای آفتابی که هوا بسیار روشنه، نور طبیعی سایه‌های نچندان مناسبی براتون به همراه میاره. به همین دلیل زمانی که میخواید تصویر پورتره بگیرید، به دنبال سایه یک درخت یا ساختمون باشید.
اگر سایه‌ای در نزدیکی شما نبود، میتونید برای اضافه کردن نور و از بین بردن سایه‌های نامناسب از فلش استفاده کنید. استفاده از فلش در چنین شرایطی در برخی زمینه‌ها محبوبیت بالایی داره و میتونید با این تکنیک تصاویر طبیعی بگیرید. زمانی که تصاویر گروهی میگیرید، ثبت تصاویر گروهی دشواری‌های مخصوص به خودش رو داره. تمام افراد همزمان به دوربین نگاه نمی‌کنن. زمانی که می‌خواید دکمه شاتر رو فشار بدید، چرو به حرکت می‌کنن یا همیشه کنار هم باقی نمی‌مونن. در نتیجه اگر یک عکاس هستید، به احتمال زیاد چندین بار با این مشکل مواجه شدید. پس توی این شرایط نمی‌تونید نور یا موقعیت افراد رو کنترل کنید. همچنین میخواید که تو سریع ترین زمان ممکن عکس بگیرید. پس اگر به دنبال ثبت تصاویر گروهی از دوستانتون هستید، از فلش استفاده کنید. اگرچه با این کار بهترین عکس رو نمیگیرید، اما افراد در اون مناسب به نظر میان. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه هم با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و در آخر اگر از دیدن این برنامه لذت بردید، حتما اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. فراموش هم نکنید برای دیدن برنامه‌های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.